سید کاظم شریعت مداری مرجع تقلیدی که دوست نداشت روحانیون در سیاست دخالت کنن و همین موردم باعث شد تا با رفیق صمیمیش یعنی خمینی که جانش رو از اعدام نجات داده بود وارد جنگ بشه و مخالفت کنه. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور خمینی کشته شد و وضع شریعت مداری روشن بود. پس چرا اون از صحنه سیاست حذف کرد؟ جمهوری اسلامی از چه چیزی هراس داشت؟ سید کاظم شریعت مداری تحصیلاتش رو در علوم دینی در تبریز آغاز کرد. قبل از سن بلوغ در درس مکاسب حاضر شد و در 18 سالگی خودش هم تدریس میکرد. در سال 1303 برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قوم رفت و در درس عبدالکریم یزدی شرکت کرد و دوره خارج فقه و اصول رو در حضور عبدالکریم یزدی تا زمان فوتش آموخت و همان درس را برای همدوره های خودش مثل آخوند همدانی، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، سید رضا زنجانی و روح الله خمینی درس. بعد از مرگ سید حسین طباطبایی بروجردی، شریعت مداری به عنوان یکی از مراجع پیشتاز در ایران و کشورهای مسلمان اطراف تبدیل شد. مشهور به آیات ثلاثه شد که از بلندپایه‌ترین روحانیون و مراجع ایران به شمار می‌رفت. اما خرداد ماه 1342 به دلیل اینکه روح الله خمینی با اصل شیشگانی انقلاب سفید شاه مخالف بود، دستگیر و در تهران زندانی شد. حسن شریعت مداری میگه که شاه تا سخنرانی گفته بود که خمینی رو به دادگاه صحرایی میبرن و بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شده بود و نه ایشان محکوم شده بود و اون موقع در زندان و در بازداشتگاه بود. شاه از این صحبتی که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر میکرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین‌المللی هم در سطح ملی دردسرهای زیادی برای او میسازه. بنابراین آقای علی آبادی که دادستان وقت بود به پدرم گفت آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کنه؟ پدرم گفتن البته ایشان جرمشان یه سخنرانی است و به جرم یه سخنرانی اصولا کسی نباید اعدام شه و اگر راهی پیدا شود حتما من اقدام میکنم. آقای علی آبادی گفت که از لحاظ حقوقی فقط یه راه است و یه اصلی در قانون اساسی سابق بود به اسم اصل تراز یا اصل چهارم قانون اساسی. اگر کسی مجتهد درجه یک محسوب میشد میتونست امنیت عمومی داشته باشه و دادگاه ها محاکمش نکنند. آقای علی آبادی گفت از لحاظ حقوقی تنها راهش اینه که شما تایید کنید که ایشان یه مجتهد درجه یکه، یعنی آقای خمینی. آن وقت این باعث میشه که ایشان محاکمه نشه. پدر من با دو نفر دیگه از مجتهدین به تهران میره و یه گواهینامه امضا میکنه و آقای خمینی رو مجتهد و اجتهاد ایشون رو تایید میکنه. شریعت مداری پس از انقلاب ایران با اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی مخالفت کرد و این مخالف اختیارات ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. پس از دستگیری صادق قطب‌زاده به جرم تلاش برای کودتا و بمب‌گذاری در خانه روح الله خمینی، نام شریعت مداری به عنوان یکی از حمایت کنندگان او در این کودتا مطرح شد که باعث شد مردم به خیابانان و کتابخانه و دفتر کارش بریزن و همه کتاب و مقاله و جزوه هاش آتیش بزنن و در خیابان و دست به اعتراض بزنن و خواستار دادگاهی شدن شریعت مداری بشن با این شعار که شریعت مداری خیانتکاره و ما اونو نمیخواییم. ماموران جمهوری اسلامی شریعت مداری رو دستگیر میکنن و از او بازجویی میکنن. بعد از کلی سانسور ویدیوی شبیه ویدیوی اعتراف قطب‌زاده تهیه میکنن و در تلویزیون پخش بود. شریعت مداری که تحت تدبیر امنیتی در حبس خانگی بود قطب‌زاده اعدام میشه و
احمد عباسی در واقع داماد شریعت مداری و سید مهدی مهدوی به عنوان رابط به زندان محکوم شد. 8 اردیبهشت ماه 1361 شریعت مداری توسط جامعه مدرسین حوزه علمی از قم از مرجعیت عزل شد. محمد کاظم شریعت مداری مؤسس حزب جمهوری خلق مسلمان ایران آن بود که در جریان درگیری های اسفند 1358 هوادارانش در تبریز موفق به تصرف ساختمان رادیو تلویزیون شده بودند که با پیام روح الله خمینی به شریعت مداری برای خروج از حزب و اعدام 10 تن از هوادارانش توسط دادگاه انقلاب این حزب سرکوب و منحل شد. حسین علی منتظری در خاطرات خودش گفته که بنابرای شنیده های خودش از برخی از منابع حکومتی ماجرای کودتای منتسب شده به قطبزاده ساختگی بوده و اگرچه قطبزاده در یک برنامه تلویزیونی به این کار اعتراف کرده و اسمی هم از شریعت مداری آورده، اما این اعتراف به دلیل اینکه قول آزادی از احمد خمینی گرفته بود انجام شده بود. شریعت مداری که در بازداشت بود نامه‌ای به خمینی می نویسه و میگه کارت به استخوان رسیده، اگر مقصود بی‌آبرو کردن بوده به کلی حاصل گردیده و اگر مقصود سلب مرجعیت است به مقصود خود رسیده ای. بعد از این نامه شریعت مداری به شدت بیمار میشه و حتی ماموران جمهوری اسلامی اجازه نمیدن که پزشک اونو معاینه کنه و میگن که روح الله خمینی در اون زمان گفته که بذارید از درد به خودش بپیچه و بمیره، تا اینکه وضعیت شریعت مداری خیلی وخیم‌تر میشه و بالاخره اجازه صادر میشه که اونو به بیمارستان منتقل کنند. اما خیلی دیر شده، بلکه بعد از 30 چند روز شریعت مداری در غروب پنجشنبه 13 فروردین 1365 در بیمارستان مهراد تهران بر اثر نارسایی کلیه درگذشت. ماموران شبانه بدون مراسم تشییع جسد او را در گورستان ابو حسین قم دفن می‌کنند و از اون به بعد مراسم گرفتن و روزخونی برای شریعت مدانی و برای عموم و طرفدارانش ممنوع میشه. حتی خانواده خودش هم حق نداشتن با صدای بلند گریه کنند. اونا حتی وقتی که شریعت مداری مرد وصیت نامش عمل نکردن، در حالی که در وصیت نامش نوشته بود که بعد مرگم یا منو در خونه خودم خاک کنید یا در حرم قم. سید رضا صدر برادر بزرگتر موسی صدر پس از درگذشت شریعت مداری هنگامی که قصد اقامه نماز بر جسد او رو داشت بازداشت میشه و یه روزو در بازداشت میگذرونه. بعد آزادی جزوهی به نام زندان ولایت فقیه می نویسه و تو این جزوه کاملا تمامی بازجویی هایی که شده بود رو شرح میده. جالب اینم بدونی که شریعت مداری اولین کسی بود که در حبس خانگی در جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی قطعا از من نام بهتر می دونی که شریعت مداری آخرین نفر نبوده و نیست و نخواهد بود. این بود از سرگذشت مرجع تقلید اهل تبریز که مثل دیگر افراد منتقد و مخالف نظام خاموش شد. از تامنین روی تصویر میتونید سرگذشت صادق قطبزاده بسی که سبب شد تا شریعت مداری به این روز بیفته رو ببینید. اگه از کانال خوشتون اومده حتما کانال سابسکرایب کنین و ویدیوها رو هم لایک کنید.